میرزا آقا عسکری مانی هستم، به شما درود میگویم و شما را دعوت میکنم به شنیدن گفتاری کوتاه درباره هویت و زبان. یکی از راه‌های از بین بردن هویت فرهنگی و ملی در میان ملت‌ها از بین بردن زبان اونهاست، چرا که هویت ملی و هویت فرهنگی هر ملتی در زبان اون ملت تجلی پیدا میکنه و زبان آنچنان در سرشت خودش با فرهنگ و آیین و منش و روش و تاریخ یک ملت آمیخته است که هرگاه ما این نظام و سامانه بیرونی فرهنگ رو که همون زبانه و همون موضوعی است که در واقع در زبان تجلی پیدا میکنه در هم بیاشوبیم، در واقع و در نهایت فرهنگ اون ملت رو در هم آشفتیم. بسیاری از شکست هایی که ایرانی ها در درازای تاریخ داشته اند شکست های نظامی و سیاسی بود. برای نمونه اسکندر مقدونی آمد و نظام سیاسی ایران رو در هم شکست، بر ایران چیرگی یافت، مدت ها خودش و پس از او نمایندگان او که حکومت سلوکیان رو تشکیل دادند بر ایران حکومت کردند، اما رفتند بی آنکه زبان ایرانی یا زبان ایرانیان زبان یونانی شود و دین ایرانیان که آیین زرتشت بود دین یونانی شود. در دورانهای دیرتر مغولها آمدند، کشتند و سوختند و بردند و بر ایران چیرگی یافتند و مدتها بر ایران پادشاهی کردند، اما سرانجام رفت و نمونهای فراوان دیگر. اما در درازای 2500 سالی تاریخ ایران مردم ایران یک شکست فوق العاده خورده اند که فرایندهای اون تا به همکنون هم باقی مانده و این شکست ایران در برابر هجوم تازیان بود. تفاوتی که یورش تازیان با دیگر یورش ها به سرزمین ما داشت در این بود که تازیان نه تنها ما رو در عرصه سیاسی و نظامی شکست دادند، بلکه اندک اندک و با گذشت زمان زبان خودشون رو هم بر ما چیره کرد. محتوای این زبان هم دین اسلام و محتوای دین اسلام از یک هویت عربی حکایت میکرد، یعنی دینی بود که مال مردم مردمی بادیه نشین بود، برای اونها درست شده بود، به زبان اونها آفریده شده بود و هویت این قبایل رو در خودش منعکس داشت. اما غلبه چون این دینی بر مردم ایران و مسلمان شدن مردم ایران موجب گردید که در واقع ایرانی ها شکستی رو تحمل بکنن که تا به اکنون 14 قرن و اندی ازش گذشت و هنوز هم مردم ایران درگیر تبعات و فرایندهای این شکست هست. از زمانی که تازیان بر ایران چیرگی یافتن تا زمانی که توانستند بخش عمده مردم ایران رو به آیین خودشون اسلام در بیاورند، البته چند قرن طول کشید و مردم ایران به سادگی تسلیم نشدند. در دو سده نخست سکوت و شکست آنچنان دردناک بود که وقتی تاریخ نویسان از این دو سده نام میبرند با درد و اندوهی فراوان از اون سخن میگویند، چرا که همراه بود با سرکوب مردم ایران، با کشتار وسیع مردم و موضوع به این قرار بود که مردم ایران که شکست خورده بودند یا باید مسلمان می شدند یا باید جزیه پرداخت می کردند، باج میدادن به خاطر اینکه آیین خودشون رو حفظ کنن. تازه هرگاه که آیین خودشون رو هم با پرداخت باج نگه می‌داشتن آدم‌های درجه دوم به حساب می‌اومدن. دیگر آن ایرانی‌هایی که در خانه خود در میهن خود زندگی می‌کنن به شمار نمی‌رفتن، بلکه مسلمان‌ها انسان‌های درجه اول شناخته می‌شدند و غیر مسلمان انسان درجه دو بود. و ببینید چقدر دردناکه که یک ملت در خانه خودش شکست بخوره و در خانه خودش با او به گونه انسان درجه دو برخورد بکنن. این شاید واژه‌ای خیلی ساده‌ای باشه برای اون همه درد و رنجی که مردم ایران باید تحمل می‌کردن به عنوان انسان‌های زیردست، موالی، بنده، برده و حتی واژه‌های ناشایسته‌ای بر مردم ایران گذاشته بودند، همچون عجم یعنی لال، چرا که مردم ایران بلد نبودند عربی صحبت کنند و برای اعراب که حمله کرده بودند و ایران رو گرفته بودند مردمی لال به حساب می‌آمدند و به همین خاطر به اونها میگفتن لال، عجم، یا میگفتن موالی یعنی بندگان و بردگان، یا میگفتن کافر و گبر،
چرا که ایرانیانی که هنوز به آیین‌های نیاکانی خودشون یا به آیین زرتشتی باور داشتند از دیدگاه مسلمانان کافر و گبر محسوب می‌شد. پایداری‌های دردناک و خونینی صورت گرفت در همه جای ایران. در آذربایجان بابک خرمدین پایداری کرد، یعنی در واقع مردم آذربایجان، در مناطق مرکزی ایران همینطور، در شمال خاوری ایران در منطقه خراسان بزرگ پایداری های فراوانی صورت گرفت. همه این پایداری ها همراه بود با جنگ و گریزهای بسیار بسیار وحشتناک و هر بار نیروهای تازه نفسی از بغداد و جاهای دیگر به دستور خلیفه وقت به ایران می اومدند و با همدستی و همکاری خود ایرانی هایی که مسلمان شده بودند یا روحشون رو و خودشون رو فروخته بودند به لشکر پیروز، به سرکوب بقیه ایرانیان آزادهی که می خواستند ایرانی باقی بمانند می پرداخت. از همین مقطع مردم ایران دچار دوپارگی فرهنگی شدند. جامعه ایران دو قطبی شد. یک قطبش در برگیرنده قبایل عرب بود، چون در تاریخ خوانده اید که وقتی عرب پیروز شدند و پیروزیشون کامل شد در ایران، ده ها قبیله عرب کوچ کردند اومدند ایران، چرا که ایران اصلا به همین خاطر تصرف کرده بودند. اونها در مناطق خشک و بی آب و علف زندگی می‌کردند، در مناطقی که خوردنی کم بود، میوه کم بود، آب کم بود، سوزان بود، شنزار بود، طوفان‌های شن داشتند و زندگی در اون مناطق براشون ناگوار بود. به همین خاطر وقتی که ایران شکست خورد، این قبایل اومدند و ایران رو بین خودشون تقسیم کردند و هر قبیله در یک جای سکنا گزید. مثلا بیشترین اعرابی که به مناطق مرکزی ایران اومدند و در عراق عجم یا عراق عجم که در واقع همون عراق و ری و پیرامون اون بود سکنا گزیدند، شمارشان آنچنان زیاد بود که اکثریت مردم اون منطقه رو عرب ها تشکیل میداد. مثلا در شهر قم بیش از 60% از اهالی عرب بودند، اعرابی که همشون آخوند هم نبودند اما عرب بودند، دینشون دین اسلام بود، زبانشون زبان عربی بود و اقلیتی که در اونجا به نام ایرانی زندگی میکرد با دشواری زندگی میکرد و اینها به عنوان انسانهای زیر دست زندگی میکردند. خب در چنین وضعیتی پیداست که جامعه دو قطبی می شود. در یک قطب عرب ها بودند و ایرانی هایی که تسلیم شده بودند، ایرانی هایی که خود فروخته بودند و ایرانیانی که بر روی آیین اسلام رو پذیرفته بود. در قطب دیگر ایرانیانی بودند که زبان خودشون رو حفظ کرده بود، دین خودشون رو حفظ کرده بود، آیین های خودشون رو حفظ کرده بودند و البته در برابر این دستاورد باج می پرداخت، چون مسلمان ها به مردم ایران گفتند که یا باید مسلمان شوید یا باید باج بدهید یا باید از ایران بیرون برید. خب اونهایی که پول نداشتند، کشاورز ساده بودند، صنعتگر ساده بودند، مردمی عادی بودند، ثروتی نداشتند، نمیتونستند باج پرداخت بکنند، به ناگزیر مسلمان شد. اونهایی که دستشون به دهنشون میرسید یا با هر بیچارگیش که باید تحمل میکردند اون باج رو تهیه میکردند و به نمایندگان اعراب پرداخت میکردند، خب میتونستن دینشون رو حفظ کنند اما در جایگاه انسان درجه دو، و تعدادی هم میهنشون رو گذاشتند و رفتند به غرب، به شرق، به هندوستان. دوپارگی فرهنگی دوپارگی زبانی رو هم برای ما همراه داشت، یعنی زبان و ادبیات ما هم دوپاره شد. بخشی از آن با زبان عربی نوشته می شد و بخشی دیگر با زبانهای ایرانی. زبان عربی به زبان رسمی دولت و حکومتهای وقت در ایران تبدیل شده بود. بیشتر این حکومتها هم دست نشانده خلافت بغداد بودند. خب این دستگاه حکومتی دست نشانده البته در ایران برای خودشون نویسنده داشتن، کاتب داشتن، امور اداری داشتن، تاریخ نویس داشتن، شاعر داشتن، نویسنده داشتن، کاتب داشتن و همه اینها باید به زبان عربی می نوشتن. به هر روی زبان عربی زبان دینی بخش مسلمان ایران هم بود، چه عرب هایی که آمده بودند اون قبایل و در ایران ساکن شده بودند و چه ایرانیانی که به ناگزیر دین لشکر غالب رو پذیرفته بودند و مسلمان شده بودند. دین اینها دین اسلام بود و برای سخن گفتن با خداشون، برای راز و نیاز کردن با پروردگارشون باید به عربی نماز می‌خوندند و سخن می‌گفتند. کتاب دینیشون به زبان
زبان عربی بود، ضرب المثل هاشون، رسالاتشون و شرعیاتشون به زبان عربی بود. و یه بخش دیگری که با دشواری البته و در تنگناهای بسیار بسیار سخت فرهنگی و اجتماعی، کماکان به حفاظت مستقیم یا پنهان آیین ایرانی، فرهنگ ایرانی و زبان ایرانی پرداخت.